سلام، چطوری؟ خوبی؟ مرسی. ما توی تعطیلات تابستون هستیم دوستان. بالاخره کسایی که تحصیلی اومدن سرشون خیلی شلوغه، حسابی به درس و کار و اونا که دارن کار حتی میکنن، اینه که ما بعد از راحیل عزیز تشکر بکنیم بابت وقت استراحتش داره بر ما توضیح میده. خواهش میکنم. یه تأکیدی هم میکنم که راحیل اگه دقت کرده باشین توی استوریا من پروفایلش رو تگ نکردم، چون خودش اینطور ترجیح میداد. اینه که ممنون میشم دوستان بعد این لایف دیگه دایرکت های راحیل رو نتر کنن. خلاصه هر سوالی داریم هم جبش بپرسیم. این مهمه که به حریم خصوصی افراد ما احترام بذاریم. خب راحیل عزیز، میخوای برای شروع خودتو معرفی کن، یه توضیح مختصری بده ایران چی خوندی، چی کار کردی، چند وقت تنها نروژی، بعد میریم سراغ سوالا. من راحیل هستم، 34 سالمه. البته ماه دیگه میرم تو 35 سالگی، ولی درونم یه دختر 18 ساله خیلی شیطون. اصلا احساس 35 سالگی ندارم. عالی. 12 سال سابقه کار تو رشته پرستاری تو بخش ویژه بیمارستانای مختلف دارم تو ایران. من یه سلام میکنم به دوستام، همشون دارم میان. سلام ساناز جان، حضرت عزیزم، ما اضافه شدن که فکر میکنم دوستای راحیل جان هستن. خوش آمد میگم بهشون، چون پیج منم پیج بسته است. اینه که البته ریکوست فرستم و سعی کردم که تون تون همه ریکوست ها رو اکسپت بکنم که دوستای راحیل پشت در نمونن. مرسی از لطفت. بله، بعد خب همونطور که میدونیم ما تمام بچه های کادر درمان، مخصوصا پرستارا و رشته های پیراپزشکی تو ایران، مورد حجمه و مورد فشار کاری خیلی زیادی هستن. فشار کار زیاد و حقوق خیلی پایین، ساعت کار بالا و محیط بسیار بسیار سخت کاری. به خاطر همین تمام بچه ها، تمام همکارا تمایل دارن که بتونن مهاجرت کنن به کشوری که براشون مقدوره. این که من کشور نروژ رو انتخاب کردم و این قسمت از کره زمین به قول خودت انتخاب کردم برای زندگی، نه فقط به انتخاب خودم، بلکه به خاطر شرایط پذیرشی بود که ما میتونیم به عنوان یک کشور آسیایی، به عنوان یک کشور جهان سومی توی دنیا داشته باشیم. همونطور که میدونیم ما نمیتونیم تو خیلی از کشورها درخواست ورود بدیم و خیلی جاهاش حتی اگه درخواستم بدیم شاید اجازه ورود پیدا نکنیم. بنابراین من به اتفاق و به تصادف افتادم به این قسمت از کره زمین، ولی بسیار بسیار راضی هستم و خدا رو شکر میکنم هر روزی که میگذره با خوبیا و محسنات بیشتری از این کشور آشنا میشم. برخلاف تمام انتقاداتی که هم وطنهای خودمون راجبه اینجا دارن، من بسیار بسیار راضی هستم. شاید باورت نشه، من توی ایران، من نوامبر 2019 اومدم، یعنی مدت تقریبا طولانی هم هست، کمتر از 2 سال. ولی یه توضیحی داره که من به توضیحشو بدم. این بودش که به خاطر کرونا من یه تایمی برگشتم ایران برای اینکه یه سری کارهای قانونی و مالی مو انجام بدم. پشت قرنطینه کرونا موندم و یعنی چند ماه من گیر کردم دوباره تو ایران و بعد مادرم دچار کرونا شد که مجبور شدم باز بمونم که از ایشون مراقبت کنم، که خدا رو شکر خوب شدم و برگشتم مادم. یعنی من در کل کمتر از 2 سال اگه حساب کنی تو نروژ باشم، حضور فیزیکیم شاید حدوداً 1 سال و چند ماه، یعنی 1 سال حدوداً. و اینکه اول از همه که اومدم به وارد شهر سان نشوئن شدم، اگه اطلاع داشته باشی تقریباً شمال
به شمال نروژ نزدیکتره و تو نوبام هم اومدم زمانی که تاریک ترین زمان ممکن نروژ، نوبام و و یکم اول شک شدم از حجم تاریکی و آفتاب کم و هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر آفتاب برام مهم باشه، یعنی هیچ وقت خواب کمبودش رو نداشتم، ولی وقتی اومدم کمبود آفتاب رو دقیقا حس کردم. همشه همینه دیگه، آدمیزاد تا زمانی که یه چیزی رو داره خیلی براش به چشمش نمیاد. دقیقا. حالا یه دخترمی دارم که حالا شاید جوین بشه بهمون، ایشونم داشتم می اومدم بهم گفت اونجا آفتابش کمه مواظب باش اینا، ولی خب اون هورمون سروتونین و افسردگی که به سراغ اکثر مهاجرین میاد در ابتدا به سراغ منم اومد، ولی خب خدا رو شکر که هم یه همراه خیلی خوب داشتم، هم خودم روحیه خودم رو سعی کردم بالا نگه دارم. چیزی که من همیشه میگم آدم خودش باید مراقب خودش باشه، یه سری شرایط رو نمیشه تغییر داد. اتفاقا سوال اولم همین بود، میخواستم ازت بپرسم چرا نروژ که جواب ما رو داده، چون یه سری از کشورهای اروپایی هستن که مثل آلمان شرایطش برای پذیرش کادر درمان به مراتب ساده تره. حالا ما جلوتر توی سوال از راهیل میپرسیم یه سختی های نروژ داره برای معادل سازی اینا، میخواستم بپرسم که چرا راهیل نروژ رو انتخاب کرد. خب دلیل اصلیش رو به ما گفت، فرهنگ اسکاندیناوی اینجوره که مردم اینجا زندگی میکنن، فشار کاری نداریم و کسایی که واقعا دوست دارن که از زندگیشون لذت ببرن، یعنی بین کار و زندگیشون بالانس داشته باشن، کشورهای اسکاندیناوی یکی از بهترین انتخاب هست. حالا بریم سراغ سوالایی که دوستان برامون لیست کردن، همه رو من توی اون باکس تهیه کردم، تک تک ازت بپرسم که بتونیم کمک کنیم که همکارای خود دوستان خود برای یکی از زیباترین و سخت‌ترین مشاغل دنیا رو داریم. هر کسی نمیتونه واقعا پرستار باشه، چه خیلی روحیه قوی میخواد، خیلی آدم از نظر روحی باید هم آدم مهربونی باشه، هم قوی باشه که بتونه از بیمارانی که هیچ نسبت فامیلی باهاش ندارن نگهداری بکنه. واقعا شغل قشنگی داریم. خب بریم اول سوال. اول سوالی که دوستان پرسیده بودن خب مشخصا درباره پروسه‌ای بود که رفتی از ابتدا. آیا از طریق مثلا مؤسسه مهاجرتی اقدام کردی یا خودت این کارو کردی؟ از اول برامون بگو که مثلا چه مراحلی رو طی کردی تا رسیدی به گرفتن ویزا. اینو یه توضیح بدم. بله حتما. والا من تو ایران که بودم خب برای چند جا اقدام کرده بودم، خب برای کانادا اقدام کرده بودم، برای نروژ و استرالیا خیلی سال پیش اقدام کرده بودم، ولی به هر دلیلی انجام نمیشد. پیش چند تا وکیلم رفته بودم برای پرسیدن این که چطور میتونم مهاجرت کنم، ولی هزینه هایی که بهم گفتن خب خیلی سرسام آور بود و به اضافه اون هزینه ها اون اطمینان لازم هم نمی شد بهشون کرد. هرچند که من یه وکیلی داشتم که به چند تا از بچه ها معرفیش کردم همون موقع، ایشون به نظرم صادقانه ترین بودن و از اون آدمایی بودن که به خاطر پول هر کاری نمی کردن. و من ازشون فقط راهنمایی که گرفتم به من گفتش که تو خیلی راحت میتونی نروژ مثلا به عنوان پرستار، به عنوان تحصیل ویزای تحصیلی بگیری برای نروژ، به خاطر اینکه همونطور که خودت میدونی بهتر از همه میدونی و بچه ها شاید بدونن، هزینه تحصیل تو نروژ رایگانه. حالا ما میدونیم که هزینه های زندگی چقدر زیاده، ولی هزینه تحصیل انقدری رایگان هست و انقدر شرایط برای تو سعی میکنن مهیا بکنن که بتونی با یه کار دانشجوی پاره وقت و بقیه کمک ها بتونی زندگی تو بگذرونی. به خاطر همینم خب کاری خیلی سخت بود، من کاری اقدام کردم خدا رو شکر. ویزای که گرفتی اول بهمون بگو ویزا چی بود، نوع ویزای شما چیه، کسایی که برای کادر درمان؟ من اول تحصیلی گرفتم، تحصیلی یک سال نورشکسپروک برای زبان نروژی توی دانشگاه نور یونیورسیتت شمال که همون میشه نارویک.
من تونستم اونجا اون موقع 2 سال پیش یه شرایطی گذاشته بودن که از طریق ویزای از طریق دوره 1 ساله زبان نروژی به شما ویزا میدادن، ولی الان خودت میدونی هر روز تغییر میکنه این قوانین و دیگه با پذیرش 1 ساله زبان نروژی دیگه ویزا نمیدن. یعنی شما یعنی الان دوستانی که از سر کادر درمان میخوان وارد نروژ بشن چه نوع ویزایی باید بگیرن؟ الان بهتون میگم. یکی از همون دست کارهایی که میتونن بکنن که من با چند تا از همکارام صحبت کردم این بودش که بهترین و راحت ترین راه و کم هزینه ترین راه ویزای تحصیلیه که میتونن برای مستر اقدام کنن. حالا من اون موقع خوشبخت بودم که تونستم از طریق زبان نروژی، یعنی 1 سال کورس زبان نروژی رو بگیرم و بیام و ویزا بگیرم، ولی الان اون ویزا رو دیگه نمیدن چون تغییر کرد و دیگه اون کورس رو برداشتن. ولی کورسی که کورس رایگان بود، کاملا رایگان، الان هم رایگانه، یعنی همین الان من شهر استاوانگر هستم، همین دانشگاه استاوانگر هم کورس نروژیش رایگانه، ولی موضوع اینجاست که باهاش ویزا نمیدن به بچه ها، ویزای زبانه. این داستان الان داره تو کشورهای مختلف اجرا میشه، مثلا الان دانمارک و سوئد هم یه شرایطی گذاشتن که میتونن بچه ها کادر درمان بدون زبان، بدون دونستن زبان کشورهای اسکاندیناوی ویزا بگیرن برای تحصیل، برای گذراندن دوره زبان اسکاندیناوی و بیان، که الان چند تا از بچه‌هایی که همین الان تو پیجمونم هستن تو لایومون میان اقدام کردن و دارن از این طریق میان، یعنی تو دسته پروسهشون در حال اجراه. ولی الان راجع به این که چطوری ما میتونیم بچه‌های کادر درمان رو کمک کنیم که اونایی که میخوان بیان، واقعا از نظر کاری یه ذره سخته به خاطر اینکه رشته زبان، رشته پرستاری در ارتباط مستقیم با مردم و شما باید علاوه بر ارتباط مستقیم با زبانشون بتونین از نظر احساسی هم زبانشون رو متوجه بشید، یعنی یه واحد جداه اینکه شما بتونید احساسات، بیان احساسات داشته باشید، یعنی بتونید احساسات طرف هم درست متوجه بشید که اون چی داره بهتون میگه. به خاطر همین که چون در ارتباط مستقیم با مردم هستین باید زبان نروژی رو، مدرک به توی زبان نروژی رو داشته باشید، که همونطور که خودت هم این امتحان رو دادی که یکیش برگن تسته یکیش هم نورش کامپتانس هست، این دوتا تنها موردی که دارن اینه که توی کشورهای توی خود نروژ برگزار میشن و یا کشورهای اسکاندیناوی، بچه ها از ایران نمیتونن اقدام کنن. من رفتم چک کردم دیدم فقط اسکریفتلی برگن تست تو ایران شاید بله بعضی قسمتش مثل از طریق سفارت میشه تو ایران داد کامل دقیقا، یعنی حتی برای قسمت مونتلی، چون الان البته بچه ها شاید در جریان نباشن، این امتحانی که برای زبان نروژی یا به تو نیوه زبان نروژی لازم دارن 4 قسمت داره که خودت میدونی، لسه هست، لیته هست، اسکریفتلیه و مونتلیه. این اسکریفتلی و مونتلی مهمترین و شاید به نظر من سخت‌ترین قسمتش باشه اینه که توی نروژ حتما باید طرف حضور داشته باشه. به خاطر همین چون بچه ها نمیتونن ویزای امتحان نورش پروور رو بدن بگیرن که بیان تو نروژ یا کشورهای اسکاندیناوی این امتحان رو بخوان بدن، چون ویزا بهش تعلق نمیگیره، مجبورن تنها راهی که برای ورود بچه های کادر درمانه از طریق مستره، یعنی کسایی که لیسانسشون رو دارن بخوان از طریق مستر وارد بشن، که اونم 2 تا حالت داره. این 2 تا حالت من خیلی راجعش سرچ کردم، اینکه رشته پرستاری تو قسمت بچلر تو قسمت کارشناسی فقط به زبان نروژی نیست، به زبان انگلیسی هم هست، ولی تو قسمت مستر یکم راحت تر میتونن پذیرش بگیرن و میتونن با زبان انگلیسی هم حتی پذیرش، یعنی IELTS 6.5-7 داشته باشن، حالا بسته به هر دانشگاهی که میدونی هر دانشگاهی شرایط متفاوتی داره. آره،
و معدل بالای دانشگاهشون و همچنین البته معدل بالا که میگم بعضیا با معدلای متوسط هم تونستن اینو بگیرن، یعنی نشود نداره و کاملا هم یه قضیه رایگانه، یعنی میتونن خودشون برای مستر به هر دانشگاهی خواستن درخواست پذیرش بدن و کاملا رایگانه، هیچ هزینه ای نیاز نیست به هیچ وکیل و مؤسسه و به هیچ ارگانی داده بشه، خودشون میتونن وارد بشن پذیرش بگیرن. اولین شرطشون خب زبانه و بعدش دانشگاه معتبری که درس خوندن، دانشگاهی که حتما مورد تایید وزارت بهداشت ایران باشه و بتونن مدارکش رو ترجمه کنن و همچنین بتونن این زبان مدرک آیلتس رو بدن، تمکن مالی داشته باشن و بقیه شرایطی که برای هر نوع ویزایی لازمه بتونن بیان. ولی از نظر کاری یکم سخته، چون از نظر کاری میگن شما باید زبان نروژی رو بتونی کامل با هم صحبت کنی، بنابراین از ایران مستقیم برای کار اومدن یکم نشد داره. البته یه سری مؤسسات هستن که الان دوستانمون دارن تو دانمارک اقدام کردن، این مؤسسه ها گفتن چی؟ گفتن که ما میتونیم از طریق آموزش شما رو وارد بکنیم، یعنی ویزای کاری میدن، ولی به این صورت که 2 سال شما به صورت آسیستنت یعنی دستیار وایمیسی کار میکنی کنار یه پرستار یا کنار یه پرسونلی از بیمارستان که حالا مربوط به هر کورسی باشه و تو این 2 سال شما حقوقی نداری، خودت باید تمام هزینه هاتو در بیاری و بعد تو این 2 سال میتونی زبانو یاد بگیری و امتحانشو بدی. و الان من شرایط تازه بعد از ویزا و بعد از زمانو بگم شاید بچه ها یه ذره منصرف شد. اگه یادته هزینه ها و مدارکی که برای گرفتن ویزا دادیم به سفارت اینا رو هم برامون بگو که بعد بریم وارد بعد از بخش بشیم که تو وارد نروژ شدی چقدر طول کشید زبانو یاد گرفتی و سوالای دیگه. یادت هست چقدر هزینه کردی؟ چه مدارکی؟ بله من 3500 حدودا 3500 کرون فقط برای ویزای تحصیلی، درخواست ویزای تحصیلی هزینه کردم با یه مقدار حدودا 20 یورو واسه اون VFS گلوبال که تو ایران حالت حکم سفارت نروژ تو ایران رو داره و یه جوری نماینده سفارت نروژ و بعضی از کشورهای دیگه است، اونجا 20 یورو فقط اونجا و کلن 3500 طول کشید از زمانی که تو اقدام بکنی تا بیای نروژ؟ برای من 6 ماه طول کشید، چون اینجا من یه دوستی داشتم که ایشون منو خیلی راهنمایی میکرد که من چطوری مدارکمو کامل کنم و با اون دانشگاه، خودشون تو اون دانشگاه کار میکردن، مکاتبه داشتن، برای من 6 ماه انجام شد. یعنی بچه های بیمارستان که الان هستن تو پیج شاید یادشون باشه من یه دفعه گفتم کار من درست شده و دارم میرم. و بعد که اومدم اینجا که با همون دوستمون نامزد کردیم و الان در خدمتشون هستیم. استیام هم عالی. حالا توی این محیط الان کار میکنی خودت هم توی همون مرتبط با رشته خودت؟ بله بله من الان حالا بقیه مراحل رو بگم متوجه میشن بچه‌ها. دوره‌ای که شما مثلا دارید زبان نروژی، البته الان که دیگه امکان این نیست شما بیای زبان نروژی بخونید، بعد وقتی دیگه من خواستم بدونم خودت که زبان نروژی می‌خوندی اجازه کار داشتی؟ کار توی کار پرستاری منظورمه. اینا رو حالا میتونه خودت یه ببینید با حالت خودتون میدونید من جسارت میکنم جلوی شما دارم اظهار فرض میکنم، فقط اینا رو میگم که همکارام که هستن بدونن در جریان باشن. همونطور که میدونیم ما 20 ساعت بیشتر در هفته نمیتونیم کار دانشجویی انجام بدیم که اونم نیاز به زبان آیلتس داره، بالاخره آیلتس نیاز نداره ولی زبان انگلیسی تو باید داشته باشی که بتونی ارتباط برقرار کنی. ولی بزرگترین حسنی که من تو کار خودم داشتم به خاطر رزومه‌ای بود که من تو ایران داشتم و رزومه کاری من علاوه بر کار تو بخشای ویژه آی سی و اورژانس و بقیه بخشا بود، یکی از کارهایی که من میکردم تو ایران پرستاری پرایوت بود که به صورت خصوصی در منازل ما مریضای سالمند یا مریضایی که تو آی سی او بودن هوم کیر میکردیم، در خونه ازشون مراقبت میکردیم و این جزء رزومه من بود. و حتی ما یه شرکت نگهداری از بیمار در منزل تأسیس کرده بودیم که من همه این مدارک رو ترجمه کردم با خودم آوردم، فقط اونا تونست کمک بکنه که
من باهاشون بتونم کارمو شروع بکنم، که الان اون CV که من جمع آوری کردم تو این قسمتش خیلی به دردم خورد و تونستم الان کاری که شروع کردم تو این قسمت نگهداری از سالمند باشه، به خاطر اینکه برای اینکه وارد بیمارستان بشم و مثل همون موقعی که تو ایران بودم کار حرفه‌ای و بخشای ویژه خودم رو بخوام دوباره از نو شروع کنم، ما باید یه سری امتحان و یه سری کورس ها رو بگذرونیم که این امتحان ها و کورس ها همون سوالم هم خواستم ببینم قبل از این کورس ها اجازه داری که کار پرستاری بکنین یا اجازه داری ولی نه توی مؤسسه ها اون موقع به صورت خصوصی شما میتونی کار بکنی، ولی شما باید اول مدارک تو که بچه ها باید اول مدارکشون رو توی سایت هلس دیرکتوراته که میشه بذارت بهداشت نروژ اونجا آپلود کنن برای اینکه گوشند بشه، برای اینکه مورد تایید قرار بگیره و اگر این معادل سازی به درستی انجام بشه اینا میتونن برن مرحله بعد، یعنی زبان فقط یه تیکشه و مرحله بعد معادل سازی و مدارکی که شما میگی من لیسانس مثلا تو ایران دارم از فلان دانشگاه با همچین نمره‌ای همچین سیلابسایی رو پاس کردم همچین نمرات رو بودم. آره بعد باید این واحدایی که شما گذروندی با واحدایی که اینجا تو دانشگاه ارائه میکنن باید یکسان باشه از نظر ساعتی و از نظر سرفصل، به خاطر همین به من گفتن تمام سرفصلایی که درس خوندی با تعداد ساعتاشو به ما بده، یعنی این انقدر پروسه زمانبری بود چون من اون همه کتاب و واحد درس رو یعنی اول ایمیل زدم به دانشگاهمون که شاید دانشگاه بر من یه سرفصل دروس با ساعتهای اجباری که باید گذرانده بشه بده، ولی جوابی چون نگرفتم مجبور شدم خودم همه رو خودم ترجمه کنم و همه رو خودم وارد آپلودشون کردم. بعد از اینکه این گوشن تو میخوای بگیری شما اول به من گفتن 7 ماه زمان میبره گوشن مدارک، ولی به من که رسید شد 9 ماه، 2 ماه اضافه شد که من اعتراض کردم که من نزدیک 1665 کرون هزینه برای تایید مدارک و معادل سازی مدارک دادم که اون هزینه ها بابت 7 ماه بود، که بعدش که 7 ماه تموم شد زنگ زدم گفتم خب 7 ماه تموم شد چی شد، گفتن 2 ماه اضافه تر شده شما باید بازم 2 ماه دیگه صبر کنید. حالا ما میگیم تایید مدارک هم میاد، چون معمولا خدا رو شکر پرستارای ایرانو خیلی قبول دارن و خدا رو شکر تمام سرفصلای دروس ما با اینا یکیه، یعنی اگر شما توی یه دانشگاه دولتی یا آزاد یا یه دانشگاه معتبر که مورد تایید وزارت بهداشت درس خونده باشی نه تو این دانشگاه‌های متفرقه، البته هر دانشگاهی باشه شما میتونی امتحان کنی چی میگن ترای کنی شاید قبولش کنن، ولی من میدونم که باید دانشگاه حتما مورد تایید وزارت بهداشت باشه که اینا چون استعلام میکنن و این 7 ماه 9 ماهی که الان شده واسه اینه که یه مقدارش واسه اینه که میخوان استعلام کنن که مدارک شما مورد تاییدشون هست و اعتبار واقعی داره یا نه. بعد از اینکه این 9 ماه گذشت و شما مدارکتون تایید شد شما توی 9 ماه نباید بیکار بمونین، یعنی من خودم بیکار نمودم همون آموزش زبان نروژی رو شروع کردم که تا آدو رو تو همون کورسای زبان نروژی شروع کردم و بعد برای B1 اومدم توی یه مرکز خصوصی که یوهانس توی شهر ما یوهانس مرکز لرینگ سنتره، یعنی آموزش زبان نروژیه، و اینجا B1 رو شروع کردم و الان من B1 رو دیگه خدا رو شکر تموم دارم میکنم، یعنی کردم دیگه میرم B2 که دیگه B2 دیگه تازه اون اصل کاری است که راجع به لهجه ها و دیالکت درست نزدیک بشه به زبان مادری، دقیقا که شما باید بتونی تیکه ها و چی میگن اتریک های نروژی رو و ضرب و مسئله رو حتی بتونی بیان کنی. هم آقا تو کشی تا الان به اینجا برسی واسه زبان نروژی، البته هر کسی فرق میکنه این که چقدر تلاش بکنه چقدر بخواد چقدر تمرین کنه، ولی چقدر زمان گذاشتی تا الان؟ به نظر من تا به B1 تو 9 ماه تموم میشه، یعنی برای خود من تا به B1 تا 9 ماه تموم شد، ولی از B1 به B2 رو چون هنوز واردش نشدم یعنی تازه شروع دارم میکنم، چون الان تو سومرپری هستیم تعطیلات تابستونی هستیم، بعد از این سومرپری تازه ما B2 رو شروع میشه و ما میدونیم که
میفهمیم که یعنی چند مرد حلاجیم، چون من شنیدم که واقعا B2 و برای چند تا از دوستان که پزشکی هستن اونا با 3-1 بگیرن دیگه واقعا لولا داره سخت میشه، و تا الان انگار هر کاری کردیم یه جورایی ابتدای راه بود، از اینجا به بعدشه که خیلی مهمه. منم خودم لول خودم با وجودی که من خودم نمره های B2 آوردم به غیر از نوشتاری من که B1 بقیه رو B2 دارم، خودم احساس نمی کنم B2 هم. یعنی وقتی صحبت می کنم اصلا خودم قبول ندارم B2 هم. یعنی خیلی راه داره که آدم تا بخواد نزدیک بشه به اون زبان مادری. منم خودم و همین الان که B1 هستم هم باز قبول ندارم، یعنی ولی خب البته شما خیلی پرفکشنیستیم نمیدونم، چون میگن اینا که نمره دادن خیلی وسواسن، الکی نمره نمیدن. حالا خدا کنه که واقعا سطحم بهتر باشه، ولی خیلی استقبال میکنم. من توی این CKM که کار میکنم، این رئیس CKM یا مثلا کلا پرسنلی که اونجا هستن به من میگن تو مثلا من خودم به یکم حتی نمیدونم، با این حال اینا به من میگن به نظر ما تو B2 میگم یعنی نه من هنوز واقعا خیلی اشکال دارم. میگن نه تو خیلی هم آدم رو تشدید میکنن به حرف زدن، یعنی وقتی شما حتی یک کلمه اشتباه هم میگی اصلاحت میکنن، و حتی انگلیسی هم کسی صحبت کنه سعی میکنن به تو جواب نروژی رو بدن که وقتی میدونن که میخوای نروژی یاد بگیری. به خاطر همین زبان رو خب همونطور که گفتیم بسته به تلاش هر کس داره. بعضی از بچه ها هستن که ممکنه 3 سال حتی بگذره، هنوز الان دوستانی هستن به قول خودشون 6 سال اینجا هنوز نتونستن نروژی رو یاد بگیرن، ولی من که الان دارم صحبت میکنم استادمون یا همکارامون میگن تو با این 1 سال خورده ای که اومدی خیلی خوب داری صحبت میکنی. حالا شاید به خاطر علاقه خیلی زیادم به این زبانه، چون خیلی زبان راحتیه به نظر من، یعنی خیلی من ارتباط خوبی باش برقرار کردم. دوستان درباره رشته پزشکی پرسیدن، مثلا الان کسی که توی ایران پزشک باشه یعنی سابقه طبابت داشته باشه، این افراد هم دیگه نمیتونن فقط از طریق معادل سازی مدرکشون بیان دوباره باید بیان اینجا تحصیل کنن؟ ببینید الان اتفاقا دو تا از دوستامون که اینجا هستن، یکیشون اتفاقا معاون پیوند کلیه بیمارستان مسیح دانشوری هستن، یکیشون هم داروساز هستن که تو شهر غرب داروخونه دارن. یعنی این دوتا از دوستای ما که یکیشون پزشک هستن یکیشون داروساز هستن، جفتشون هم الان اومدن اینجا نتونستن هنوز کار بگیرن، یعنی از این نظر که آقا که پزشک هستن اسمشون حالا شاید راضی نباشن بگم، ایشون مجبور شده فوق لیسانس یعنی مستر فوریت پزشکی شرکت کنه برای اینکه بتونه ویزای تحصیلی بگیره، یعنی حتی پزشکم از طریق ویزای تحصیلی اومده الان اینجا، به خاطر اینکه انقدر این برای پزشکا این مرحله خیلی سخت‌تره. یعنی باز ما پرستارا به نظر من خیلی راحت‌تر میتونیم وارد بازار کار بشیم، پزشکا و داروسازا بدندون پزشکا خیلی کارشون سخت داره، چون اینا مدارکشون باید ارسال بشه آمریکا، یه سری تایید ها اونجا بشه و هزینه خیلی بیشتری باید بکنن. مثلا من برای هزینه‌های کورس خودتو بگو، چه مدت طول کشید کورس خودت، هزینه‌اش چقدر شد؟ الان هزینه‌ای که من باید برای تایید مدارکم بدم یعنی میدادم 1665 کنم فقط بود، یعنی من یه هزینه فقط برای ویزای تحصیلی که حدوداً 3500 کرون بود که الان شده 6500 کرون، یه هزینه‌ام هزینه گوشن مدارک بود که حدودا 1665 کرون، این تا اینجاش. بعد کلاس های زبان نروژی که تو یوهانس شروع کردم، اینها اونا که تو دانشگاه و اونا که رایگان بود، اینا که از B1 که وارد یوهانس شدم، اینم براتون توضیح بدم که چرا، چون دانشگاه اون 1 سالی که میذاره تا B1 میذاره، یعنی آموزش زبانش تا B1ه، ولی ما چون از دانشون موف کردیم اومدیم استوانگر، به خاطر همین من اون کورس رو از دست دادم که آدو اونجا رو بودم، از آدو به بعد اینجا شروع کردم که مجبور شدم یه مرکز خصوصی برم یوهانس، 8000 کرون بابت هر ترمشه، یعنی میشه ماهی 4000 رو خورده ای کرون، یعنی هر ترم هر نیوی که میگذرونی 8000 کرون بودن
18 میلیون به پول ما میشد که هر ترمش میشه حدودا. و اون آزمونی که ما باید بدیم و اون کورسایی که باید بعد از تایید مدارکمون بگذرانیم، اونا یه هزینه های جدایی داره. مثلا برای من که دو تا کورس ما باید همه رشته های پزشکی و پیراپزشکی دو تا کورس مهم باید بگذرونن بعد از اینکه زبان رو گرفتن و مدارکشون تاییدیه رو گرفت، معادل سازی شد، حالا میخوان وقتی وارد بشن دو تا کورس، یه دونه ناشونال فاگه که میشه دروس ملی نروژ که مربوط به خدمات بهداشتی درمانی نروژ، مربوط به بیمه سلامت نروژ، مربوط به تطابق فرهنگی و خیلی از مسائل بهداشتی، بازنشستگی، سالمندا، راجع به اینجور موارد. یه دونه کورس دیگهش مربوط به شناخت دارو و مدیریت داروی اروپاست، چون میدونید ما داروهایی که تو آسیا استفاده میشه نحوه استفادهشون و یا قوانینی که دارن با اینجا متفاوته. به خاطر همین ما مجبوریم یه دوره مجدد داروشناسی رو بگذرونیم که این داروشناسی مربوط به علاوه بر دارو و نحوه استفاده دارو، نحوه دستور دادن و نحوه نسخه گرفتن و تحویل دارو، مهمترین قسمتش نحوه استفاده از مخدر هاست. شما یکی دست اعظم داروهایی که تو ایران بالاخره تو بخشای ویژه استفاده میکردیم یا تو هر بخش ممکنه نیاز باشه مخدرها بودن و اینجا رو مخدرها خیلی حساسن. همونجور که میدونید الان اینجا یه دونه آپوتک یا داروخونه که میری یه کدئین نمیتونی بدون نسخه بگیری، یعنی یه دارویی که توش کدئین داشته باشه رو باید شما رسید پزشک رو ارائه بدی که بتونن بهت بدن. به خاطر همین اینا همه توی این دوتا کورس رو توی چند تا دانشگاه خاص میگذرونن، اجرا میکنن، برگزارش میکنن. یکیش دانشگاه اسلو که از همه دانشگاه ها معتبرتر و بهتره، یعنی امکانات و سطح کیفیتی خیلی بالایی داره. یکیش هم همون دانشگاه NTNU که اونم فکر میکنم جزو رنکینگ های بالای دانشگاه هاشون باشه. که بعد از ما دروس ملی که همون ناشنال فاگ با دوری مدیریت دارو، این دوتا کورس هزینهش میشه 13100 کرون. جفتشو با هم باید پرداخت کنیم. الان طول کشه دورش؟ این دوره حدوداً 8 هفته طول میکشه و بعد از این 8 هفته، بعد از این کورس ها شما ازتون یه امتحان فاک پروبه میگیرن، از بچه های کادر درمان یه امتحان فاک پروبه میگیرن که اون امتحان فاک پروبه شاید بگم سخت ترین قسمته، که یه امتحان تئوریه، یه امتحان عملیه و یه امتحان شفاهیه، برای اینکه ببینن شما یعنی چیزی که من الان شنیدم انقدر ترسناکه به این صورت که مثلا چند تا اتاقه و برای شما مولاژهای مختلف و انسانهای مدل انسانها رو میذارن که شما باید وارد هر اتاق بشی، چند تا مصاحبه‌گر نشستن و شما باید بهتون میگن مثلا این مریض این علائمو داره، وارد اتاق باید بشی و پروسیجرهای لازم و اقدامات لازم یه پرستار برای بیمار رو انجام بدی به درستی و بعد اتاق بعدی یه کیس دیگه است، یه بیمار دیگه است، بعد دوباره بالا سر اون بری. شاید یکیشون مثلا تنفسش قطع شده، نیاز به مثلا تنفس مصنوعی داره، شاید شما باید علائم حیاتی وایتال ساین مریض رو بگیری و ببینی آیا سناریوهای مختلفی داره. آره اون دیگه مربوط به رشته خودمون که میری تو شاخه‌های مختلف که حالا این قسمت عملیشه، قسمت تئوریش هم شبیه همون امتحان رجیستر نرسی یا همون امتحان RN پرستاریه که بچه‌ها میشناسن، بچه‌های کادر درمان، بچه‌های پرستاری میدونن. ما یه امتحانی داشتیم شبیه به کنکور، شبیه کنکور ارشد، که امتحان رجیستر نرسی بود که تو کشورهای همسایه‌مون برگزار میشد، که شما میری از نظر تئوری میسنجنت که آیا در حد استانداردهای جهانی اطلاعات داری، سطح علم در حد استانداردهای جهانی هست یا نه. حالا اینا میان امتحان همون امتحان رو بر حسب استانداردهای اروپا و استانداردهای خود کشور نروژ میگیرن، چون میدونی خود نروژ از بقیه جاها سخت‌گیرتره. نروژ خیلی وسواسه، همه چی باید به سبک نروژی باشه. دقیقا.
آره دوستان یه سری سوال اینجا میپرسن که من یه سریاش تکراری مثلا درباره ویزای زبان پرسیدن که جواب دادیم، باید برگردن لایو رو نگاه کنن. درباره پیراپزشکی، آیا درباره پیراپزشکی و یه دونه دیگه هم بذار اونم ازت، علوم آزمایشگاهی هم پرسیده بودن، این دو تا رو اطلاعی داری؟ دقیقاً این دوستمون ساناز دوست خودم هست، همکارم هستش، ایشون هم رفتن فکر کنم ترکیه باشن. رشته ایشون ساناز جان رشتهش رادیولوژی بود. موضوع اینجاست که همه رشته ها توی نروژ وجود داره ولی با عناوین مختلف، با تایتل رادیولوژی، مثلا لیسانس رادیولوژی یا فوق لیسانس رادیولوژی تو دانشگاه شما اینو پیدا نکنی. باید ببینی توی هر رشته‌ای که هستی برای رشته خودت با چه تایتلی توی دانشگاه ثبت شده. من برای رشته خودم رو میدونم، تمام سیکی پلایرها، تمام پرستاری ها رو تو دانشگاه های این اطراف سرچ کردم و میدونم داستانش چیه. یا همکارایی که اینجا داریم، مثلا الان دوستامون که پزشکه، میدونم که 2-3 سال نیاز به زمان و دوره داره برای اینکه بتونه تازه تاییدیه بگیره و وارد بازار کار بشه. یا دوستمون که داروساز هستن، ایشون مدرک دکترای داروسازیشون اینجا وقت تایید خواستم بکنن در حد لیسانس قبول کردم، یعنی مدرک دکترای ایران و دکترای داروسازی ایران و اینجا در مرحله اول میتونی درخواست بدی که در مقطع فوق لیسانس قبول کنن، ولی یه ذره هم ریسکش بیشتره، شاید قبول نکنن. یعنی شما 9 ماه صبر کنی بعدش میگن نه قبول نشد. ولی بهترین راه که این دوستمون انجام داده و موفق شده داروساز هستن اینطوریه که تاییدیه لیسانسش رو خواسته، الان تاییدیه لیسانس رو بعد از 9 ماه، البته ایشون 7 ماه چون برای ایشون هنوز به 9 ماه نکشته بود، قانون جدید نیومده بود، بعد از 7 ماه تونست تاییدیه لیسانسش رو بگیره و الان درخواست مدرک بالاتر یعنی فوق لیسانس رو میده. ولی اینجا چیزی به نام دکترا به ایشون نمیدن، یعنی دکترای داروسازیشو نمیتونه اینجا مطابق همینجا بکنه دکترای داروسازی، لولش میاد تو سطح فوق لیسانس، ولی میتونه اینجا بشینه بخونه مجدد برای دکترا امتحان بده و وارد رشته بشه، ولی با همون لیسانس و فوق لیسانس هم کارشو میتونه بگیره. بعد از اینکه مدرک B2 نروژیشو گرفت میتونه وارد کار بشه، که همینطور که الان با در واقعیت هست الان داره وارد داروخونه میشه، ولی به عنوان یه لیسانسه داره وارد میشه، نه به عنوان کسی که دکترا یه داروسازی داره. اون یکی از همکارام که پزشک هستن، ایشون هم نتونستن با رشته پزشکی کاری بگیرن اینجا و فقط تونستن ویزای تحصیلی تو مقطع مستر تو رشته فوریت پزشکی بگیرن، که حالا الان بعد از فوریت پزشکی شاید بتونه با اون 3 سال که بگذره، اون مدارکشو که بتونه تاییدیه‌شو بگیره، شاید بتونه مثلا یکم متفاوت‌تر از اون چیزی که در ایران کار میکرده کار کنه. ولی خب خیلی برای پزشکا سخت‌تر میگیرن. تنها حسنی که بچه های داروسازی دارن اینه که اون آزمونی که بعد آخر پروبه که بعد آخر پرستارا، پزشکا و دندونپزشکا بدن، داروسازا اون فاک پروبه رو نمیدن. تنها تفاوتش برای داروسازا اینه، یعنی یه ذره یه مرحله برای داروسازا آسان تره، ولی ماها باید این امتحان که بیشتر از 2 روز هم طول میکشه، حدودا 3 روز امتحانش طول میکشه و هزینهش هم حدودا 49,000 کرون برای پزشکا، 9,000 کرون برای پرستارا و 28,000 کرون برای دندون پزشکاست. یعنی اصل قیمت بعد از اون دوتا کورسی که 13,100 قیمتشه، یه هزینه اضافه تری اینجا برای امتحان باید بدیم. آره این برای فقط امتحانه، که یه قسمت تئوریه که اون که تو یه روز انجام میشه، یه قسمت عملیه که اونم تو یه روزه، و یه قسمت مصاحبه است که شما با مصاحبه‌گرای مختلف باید بشینی، ازت سوالای مختلف میپرسن، سطح علم و دانش تو، توانایی تو و مطابقت اطلاعات تو با علم اروپا میسنجن، که این قسمتش فکر میکنم، من البته هنوز نرفتم نمیدونم، فکر میکنم این قسمتش از همون برای من سخته باشه، چون استرس میگیرم معمولا یادم میره همه چی رو. آخه آره من همینجوریام. به خاطر همین
توی نروژ من میتونم فقط به بچه ها بگم، میتونم بگم خیلی مراحل شاید سخت باشه، فقط دو تا چیز میخواد، یکی عشق میخواد به این کار، دومیش اون انگیزه هست که شما چه انگیزه ای داری. من به تمام دوستان میگم، میگم وقتی که مهاجرت میکنی، مهاجرت اول سختیه، یعنی تازه شروع سختیه، همیشه دلت برای یه جا تنگه، یا میای میری ایران دلت برای نروژ تنگ میشه، میای نروژ دلت برای ایران تنگ میشه، احساس میکنی دو تا خونه داری و همیشه هم دلت برای یه جا تنگه، یا برای ایران یا برای نروژ. دیگه هیچ وقت صاحب یه خونه نیستی. علاوه بر تمام سختی های مهاجرت که به نظر من برای من خیلی قابل تحمل تر بود، چون یه خورده من آدم خیلی هیجانی هستم و علاوه بر هیجانی بودم خیلی هم ارتباط برقرار میکنم با اطرافیانم راحت. من خیلی راحت تونستم با نروژیا دوست بشم، خیلی دوستای بین‌المللی اینجا پیدا کردم، خیلی بچه های خوبی پیدا کردم که اصلا احساس تنهایی نمیکنم، خیلی از بچه های ایرانی پیدا کردم اینجا که خیلی تونستیم همدیگر رو کمک کنیم توی خیلی جاها. و مهمترین چیز برمیگرده به خود آدم. حالا یکم چون شرایط ایران الان سخته برای بچه ها، میتونم فقط بگم نروژ چون خیلی مراحل سختی داره، البته قسمت تحصیلیش به نظر من جزو راحت ترین ویزاهای کشورهای اطرافه، چون ویزای تحصیلی تو قسمت مستر رو خیلی راحت میشه گرفت. دوره دانشجویی تقریبا چقدر در ماه هزینه میکردی؟ کار میکردی دوره دانشجویی؟ اولش که نه، ولی خب هزینه، من نمیتونم مدیریت هزینه خیلی اونطوری بکنم، یعنی نمیتونم خیلی، ولی خب شوکه شدم اولش که اومدم قیمت ها رو دیدم، اینکه نمیشه راحت رستوران رو اولش رفت، نمیشه راحت خرید کرد، قیمت ها رو که میبینی هی با ایران مقایسه میکنیم. بدون دستمزد توی نروژ خیلی سخته واقعا هزینه رو. بعضی از بچه ها میگن مثلا با ماهی 10,000 کرون زندگی میکنن، چون دانشجوها که میان خب درآمدی اینجا ندارن، چاره ای ندارن، اگه هزینه زیادی نمیتونن بکنن. واقعا من میگم چجوری با ماهی 10,000 کرون، مثلا تو استرو من خودم نمیتونم. حالا تو توی دوران دانشجو چقدر هزینه میکردی؟ ولی من کمتر از همون 10,000 کرون نتونستم. آره، یعنی من خودم رو کشتم که یکم ذخیره کنم حتی پول، یعنی به هیچ عنوان نمیشه ذخیره کرد، یعنی تازه من داشتم میومدم کلی با خودم وسیله آوردم و. یعنی نزدیک 20 کیلو اضافه بار خورده بودم من. خب تعلق میگرفت 3,000 کرون هزینه خوابگاه بود، که البته ما بعدن، من چون به نامزدم ملحق شدم، خوابگاه رو پس دادیم و نیازی به دیگه هزینه خوابگاه نبود. ولی خب بعد که برگشتیم از سانشوین اومدیم استوانگر، اینجا هزینه ها باز به مراتب بیشتر بود، چون هرچی شهر بزرگتر و پر جمعیت تر میشه، همونطور که میدونی اسلو الان صدره، بالاترین قیمت ها برای اسلو دیگه، یعنی حتی هزینه پارکرینگ هم اونجا سرسام اوبره. ما تازه ماشینمون برقیه و تسلای برقی، و البته خودت هم میدونم که تسلا داشتی، تازه میدونم من اینجا به صرف تعریف داشتن ماشین برقیه دیگه. دقیقا، تازه گارانتی هم الان داره، هیچ هزینه ای ما نمیدیم، همه سرویس ها رایگانه، تازه شارژ برقی هم داریم میکنیم، فقط این بومپنگرا یا همون عوارض جاده ای و بیمه ماشین و بقیه چیزا سرسام آوره. خیلی هزینه ها کلا برای دانشجو اگه بخوایم در نظر بگیریم بودن. الان همین دوستان ما با ماهی 5,000 کرون هم زندگی کردن، ولی 5,000 کرونی که به قول خودشون میگه ما ویتامین سی مون رو از تمشک خیابون تامین میکردیم. خنده خدا، کاملا دیگه دانشجویی. یعنی فقط محصولات فرست پرایس رو انتخاب کردن، محصولات دانشجویی رو انتخاب کردن، و یعنی تمام خریدا تو آف باید خرید میکردن، حتی بگردن فروشگاه ها رو پیدا کنن که کدوم فروشگاه جنسش ارزون تره که بتونن تهیه کنن. بعد از اینکه ولی کار میگیرن یکم بهتر میشه اوضاع. حالا کار درسته، کار دانشجویی باز کم، ولی بازم
الان تموم خیلی دانشجوهای ما خدا رو شکر دارن مثلا حتی شده توی فودورا که خودت هم میدونی دلیوری غذا انجام میدن، ولی با همون دلیوری غذا هم حقوقی که دارن میگیرن کفاف زندگی و تحصیلشون رو اینجا میده. ولی خب برای اینکه دستمزد اینجا بالا، اتفاقا دستمزدهایی که کارهای همین خدماتی هستش خیلی گرونه. ما مثلا یه میز خریدیم، این میز رو فقط برامون آوردن طبقه بالا، ما 700 کرون دادیم که فقط بیارن بالا، یعنی واسه یک کاری که 5 دقیقه طول کشید 700 کرون پرداخت کردیم. کارهای خدماتی و کارگری اینا خیلی گرونه. خیلی، من یه آرایشگاه اینجا رفتم فقط برای اینکه موهامو بافت انجام بدم، گفتش 2000 کرون برای بافت مو. من گفتم 2000 کرون من باید میتونم کلی کار کنم. حالا میخوای یکم در مورد دستمزدام صحبت کن که رشته مثلا خودت اگه مدرکت فوق لیسانس باشه یا لیسانس باشه، تجربه کاری داشته باشه یا نداشته باشه، دستمزد به چه صورته؟ چون میدونی که اینجا دستمزد ثابت نیست، خیلی بستگی داره که چرا سابقه کار داری، با چه کمپانی حتی کار میکنی. دقیقا بستگی داره به اون کمپانی که تو باهاش وارد قرارداد میشی و بستگی به این داره که چقدر سابقه کار داری و آیا سابقه کار تو تونسته اعمال بشه توی سی وی تو، تو رزومه تو یا نه. چون من الان که فعلا در حال در آغاز راه هستم، باز هنوز میگم من تا اون امتحان رو ندم خیالم راحت نمیشه. من خیلی دوست داشتم اون امتحان رو بدم، بعد اولین لایوی که برای بچه ها میذارم بیام بگم دقیقا چه شکلیه همه پرسه. دوباره صحبت کنه هیچ اشکال نداره، دوباره میان خبر بهتر به همون بده که یک کار پردرآمد و عالی داری کامل برامون توضیح بده. ولی درآمد پرستار توی نروژ جزو درآمدهای بالاست به دو دلیل. خب البته توی هلند، فنلاند، سوئد، دانمارک و همه این کشورها پرستارا خدا رو شکر درآمد بالایی دارن. تو دانمارک حتی بیشتر از نروژ هم هست، ولی موضوع مخارج هم هست، یعنی تعادل بین هزینه ها و درآمدی که داری باید ببینی چقدر این تعادل برقرار میشه. تو نروژ نسبت به اگر شما پرستار 0 کیلومتر باشی که الان ما رو 0 کیلومتر در نظر میگیرن، یعنی اون 12 سال سابقه کار فقط باعث میشه که منو به عنوان یه آدم ماهر ببینن ولی نمیتونن اینو اعمال کنن توی دستمزدم. از 39,000 کرون در سال تا 51,000 کرون در سال میرسه. یعنی اینجا الان بچه ها دارن 390,000 بله بله 390,000 کرون تا 510,000 کرون. ولی اگر بخوان ماهیانه در نظر بگیرن اونقدری هست که یعنی از کم کمش از 28,000 کرون در ماه شروع میشه و به بالا میرسه، به بالاتر. حالا این بالاتره یه حسنی اینجا رشته ما داره، این رشته ما نسبت به مهندسی ها که الان جزو بالاترین حقوق های نروژ هستن، حسنش اینه که ما میتونیم اضافه کار برداریم، هرچند که به تمام حقوق ماهیانمون 30% مالیات میخوره ولی به اضافه کاریمون 45% مالیات میخوره. شاید به ذهن که برسه بگی خب نمیصرفه اضافه کاری برداری، ولی تمام افزایش حقوق بچه های پرستاری تو نروژ به خاطر اضافه کاریشونه. یعنی شب پالی که دیگه بالاترین اضافه کاری حساب میشه، انقدر درآمدش خوب هست که میصرفه شما شب کاری بدی، میصرفه شما اضافه کاری بدی و با وجود 45% مالیات به اضافه کار شما حقوقت خیلی بالاتر از این چیزی که هست میشه، یعنی حتی تا 60,000 کرون هم میتونه برسه. حالا خدا رو شکر اینجا دوستانی رو میشناسم که تو بیمارستان شاغلن، دارن کار میکنن، ایرانی هستن و من آمار دقیقش رو روز به روز ازشون میگیرم. یعنی میگم الان چجوریه، الان چه، یعنی میگه اگه تعطیلات کار کنی، اگر شب کار کنی حقوقت انقدر میره بالا که تعطیلی ها خیلی دستمزد فرق میکنه. آره دقیقا به خاطر همین اضافه کار توی نروژ هم یه محدودیتی داره، مثل ایران نیست که شما مثلا دیگه همه یه روزو بتونی کار بکنی، یه قانونی هست بیشتر از اون ساعت نمیشه کار کرد.
مسئله سلامت جسم و روان که خیلی براشون مهمه، مثلا کارهای سخت مثل کار پرستاری محدودی است. حالا من دقیقا نمیدونم تا چه حد ماکسیموم میتونیم اضافه کار برداریم. والا الان این دوست من که رئیس اورژانس همین بیمارستان استوانگره دیگه از همه چی اطلاع داره، یعنی کاملا خودش رئیس بخشه و به نیروش مثلا شیفت میده، البته که درخواست شیفت خودت باید بدی ولی براشون برنامه میچینه، میگه من هر چقدر شیفت بخوام بهشون میدم، به خاطر اینکه الان ما کمبود پرستار داریم و به خاطر اینکه تو دوران کرونا هستیم، به خاطر اینکه نیاز بیشتری به مثلا الان نصف از بچه های کادر درمان بچه های پرستاری رفتن برای واکسیناسیون یا برای گرفتن نمونه های آزمایشگاهی و بخش ها خیلی نیرو کم داره، به خاطر همین الان میدونم که محدودیت اونطوری براشون نمیذارم مگر دیگه به جایی برسه که اون مرز خیلی بالاشو رفتن. ولی من ازش پرسیدم به ما شیفت شب شب میدن یا نه، چون من خودم تو ایران همیشه شیفت شب برمی‌داشتم، میخواد ازش پرسم اینجا شب شب به ما شیفت میدن، چون بعد از هر شیفت شب شما یک روز آف داری. گفت اینجا بعد از هر شیفت شب تو 3 روز آف داری، ولی میتونی درخواست شب شب بدی و اگر بخش نیاز داشته باشه میتونه تو رو بگیره. یه توضیح راجع به یه موضوع مهمی بدم که بچه ها از خودم یه چیز پرسیده بودن، حتما من جواب همه سوالا رو میدم. میخواستم این صحبت خودمون طبق اون روتینش بچرخه بعد برگردیم سوالی که فکر میکنم اینجوریه پاسخ داده نشده. مهمترین چیزش اینه که بچه ها برای هزینه برای تحصیل تو نروژ، این نکته رو یادمون رفت، یعنی من یادم رفت بگم، این که تحصیل به زبان نروژی تو نروژ رایگانه، تحصیل به زبان انگلیسی هزینه داره براشون. برای رشته پرستاری توی مقطع کارشناسی 7 تا 9 هزار یورو در سال، تحصیل تو رشته ارشد 9 تا 19 هزار یورو در سال شما هزینه باید بدید. یعنی اگر فکر میکنی تحصیل رایگان میتونی اینجا داشته باشی، باید زبان نروژیه رو داشته باشی، یعنی زبان نروژیه رو اگه بلد نباشی میری توی دانشجویان بین‌الملل رشته زبان انگلیسی، اونا میشن دانشگاه خصوصی و ازت هزینه میگیرن. البته که یه سری استثناء همیشه هست، بعد بچه ها خودشون شخصا برن تو سایت هر دانشگاهی و فقط یه ترجمه ساده کنن، همه قوانین رو خیلی ساده نوشته برای هر کسی، میتونن خودشون اگه واقعا خواهان هستن بدون اینکه به وکیل یا هر کسی دیگه فعلا پولی بدن، خودشون میتونن اطلاعات لازم رو به دست بیارن. یه لحظه راهی جان، دوستان ما تایتل زدیم این لایف درباره مهاجرت کادر درمانه، لطفا فقط سوالاتتون رو در این باره بپرسیم، ما نمیتونیم چه یه لایف یک ساعته کلی سوالایی که اصلا مرتبط نیست درباره چیزی که تایتل زدیم مثلا یه چیز دیگه جواب بدیم. درباره جوشکاری و تراشکاری خانمی که پرستار هستن مسلما اطلاعاتی ندارن. خب میگفتی راهی، بله یه راه دیگه هم که اینجا برای کار پیدا کردن هست، خب خودت میدونی سایت fin.no هستش که میتونی از طریق فین کار خصوصی پیدا بکنی، یعنی هرچند که من خیلی جاها اقدام کردم، خیلی درخواست و سیوی فرستادم به همه جا، یکم این دوران کرونا قضیه رو سخت کرد کار پیدا کردن تو زمان دانشجویی یا تو دوران تحصیل برای آدمو. یعنی حتی برای پرستار، من فکر میکنم پرستاران، چون من توی شهر اسلو خیلی میبینم درخواست پرستار میدادن. من دقیقا رفتم اداره ناف که خودت میدونی اداره کار که تو نروژ یعنی تقریبا همه کار است، رفتم اصلا شخصا به صورت شخصی خودم گفتم من میتونم فریویلی اینجا کار کنم به صورت داوطلبانه بدون هیچ هزینه‌ای، گفتم میخوام تو دوران کرونا کمک کنم به کادر درمان، خیلی تشکر کردن و به من یه مشاور تعیین کردن، یه خانمی به من تماس گرفت به عنوان مشاور من که گفتش که اول خیلی تشکر کرد بابت اینکه میخوام کمک کنم و منتظر اون بدو نروژیه بود، گفت تو زبان بدو اگه داشته باشی من همین الان تو رو میفرستم سر کار، که من گفتم من الان فعلا دارم میخونم و به یکم حالا تا بدو یه ذره به بدو که میرسه چون پروسه طولانی تر میشه، به خاطر همین میشه کار پیدا کرد ولی به این صورت. حالا اگر
میخوایم سوالایی که بچه ها پرسیدن رو میتونیم دونه دونه ببینیم؟ میخوای سوالا رو، چون 25 تا از دوستای خودت اینجا هستن توی لایو، ممکنه سوالایی کرده باشن، برو بالا سوالا رو یه نگاهی بنداز، اگه سوالای دوستا چیزی جا مونده که ما صحبت نکردیم درباره لایو همین پرستاری جواب بدیم. الان گفت که خودت سر کار داری با شرکت‌های خصوصی کار می‌کنی، درسته؟ بله. چند وقت الان مشغول به کار هستی؟ اگه یادت باشه اون روزی که من با شما صحبت کردم راجبه، یعنی پیغامی دادی که میخوای لایو بدی، گفتم من تازه اول راهم، من تازه این کارو شروع کردم، به خاطر اینکه میگم به خاطر کرونا هم یه ذره داستان بود، هم اون به دو نروژی من تازه با به یک رفتم سر کار، باید پلامو بنازم بالا، یعنی این خودش یه جرعتی میخواست که من شخصا رفتم همون سیکه می که یک بار اول رفته بودم به زبان انگلیسی درخواست داده بودم و باهاشون انگلیسی مصاحبه کردم، قبول نکردن. این دفعه رفتم با زبان نروژی با رئیسشون صحبت کردم، چون منشی رو من میگم منشی برگه سیوی تو میگیره میندازه اون ورشاد اصلا دنبال نکنم. همین جوری من مستقیم طبق صحبتی که تو پیج خودت خونده بودم، اگه یادت باشه یه جا نوشته بودی که من همه آخری با دقت گوش میدی ببین این نکته رو رعایت کردی کار پیدا کردی، چون من این بلا سر خود من آمد و من دنبال کار میگشتم، هر جا میرفتم که مثلا به منشی میدادم هیچ خبری نمیشد، اینه که آدم باید همون رئیس اصلی رو پیدا کنه. استوریات همه رو میبینم، همه پستات رو میبینم، فقط یه ذره تو سکوتم، یعنی واکنش زیادی نشون نمیدم، بیشتر میخونم و البته تو یوتیوب برات خیلی کامنت گذاشتم، چون میدونم یوتیوب حداقل یه بازگشتی شاید یه روزی بتونه داشته باشه. ولی راجبه آهان اینو بگم که من دفعه دوم به قول شما رفتم مستقیم با مدیر مرکز صحبت کردم و به زبان نروژی، حتی گفتم اگر اشتباه هم صحبت میکنم اشکال نداره، با همون به یکی که داشتم صحبتم رو انجام دادم و مدیر در کمال ناباوری به من گفت از نظر من تو بدویی، و وقتی سابقه کارم گفتم یا اینکه گفتم حتی من حاضرم فریلنس کار کنم برای اینکه شما مطمئن بشید که من این کار رو دوست دارم و بلدم، اصلا اینقدر استقبال کردن که فقط برگشت و اکی میتونی شروع کنی کارو. ولی دقیقا همون مسئله جوکنا و همون مسئله زبان که گفتم از صحبت کردن نترسیم، حتی اگه زبانتون خوب نیست همون اعتماد به نفس، همون که جرأت کنی زبانی رو که تازه یاد گرفتین استفاده کنی، اینجا براشون خیلی ارزشمنده و واقعا کمک میکنه که کارو بگیریم. دقیقا و تونستیم این شکلی این کار رو بگیریم و خدا رو شکر که راهنمایی تو خیلی خوب بود. من برگین تستی هم که شما انجام داده بودی اونم رفتم کل ویدیوش رو تو یوتیوب دیدم، خیلی راهنمایی خوبی بود. مصاحبه هاشون تو یه قسمت از مصاحبه هاشون اصلا تست هوش و تست، حالا به غیر از اون قضیه روانشناسی، تست اخلاق هم یه جورایی هست و این تست هوشی که میگیرن با جوابایی که شما میدی مقایسه میکنن و بهت میگن که آیا جوابایی که دادی با تستت همخونی داره یا نه. ممکنه شما تو تست بزنی مثلا من این کار رو انجام میدم ولی تو جواب چیز دیگه بگی، بعد میگن تو همخونی نداره حرفات با تستت، به خاطر همین یکی از قسمتاش هم همین اتفاقا. راستی آزمایی یه جور میشه گفت، چون صداقت اینجا توی کار خیلی مهمه، خیلی مهمه صداقت، براشون وحشتناک مهمه. بعضی آدم ها فیلم بازی میکنن، اون چیزی که نیستن سعی میکنن نشون بدن، اینا خیلی براشون مهمه، خیلی مهمه که خودت باشی واقعا. دقیقا اصلا یکی از سوالاتشون تو مصاحبه این بودش که نقطه ضعفت چیه، خودت فکر میکنی نقطه ضعفت چیه و خودت فکر میکنی نقطه قوتت چیه، و به نقطه ضعفه که وقتی اشاره میکنی بیشتر بازخورد بهت میدن، یعنی بیشتر میفهمن تو واقعا آدم آنستی هستی، چون هیچ آدمی نیستش که هیچ اشکالی نداشته باشه. وقتی میگی من در خودم این نقص رو میبینم و ولی همیشه دارم سعی میکنم که اونو بهترش کنم، برطرفش کنم، در جهت رفعش همیشه تلاش میکنم، خیلی واکنش خوبی نشون میدن. درباره علوم آزمایش
آزمایشگاهی که با هم راهیل کلی صحبت کرد دیگه، تایتل هر رشته میتونه توی نروژ متفاوت باشه، بعد بگردین تایتلتون هم اگه سوال درست متوجه شده باشم، سوالتون چیه؟ علوم آزمایشگاهی چطور؟ کسی سراغ داری علوم آزمایشگاهی؟ من علوم آزمایشگاهی سراغ ندارم، ولی مطمئنم که این رشته هست تو نروژ، هم تحصیلی میتونن بیان، فقط با این عنوان نیست، بعد تو دانشگاه برن تک تک عنوانایی که ارائه میکنن و تو رشته های پیراپزشکی رو سرچ کنن، حتی توضیحش رو بخونن ببینن شاید اون رشته مربوط به خودشون نوشته پیش نیازش چیه و میتونن اینا مدارکشون رو براشون بفرستن. ولی نه، علوم آزمایشگاهی دوست ندارم، اگه پیدا کردم دوست علوم آزمایشگاهی حتما راهنمایی میکنم. که شرایط ورود به اون کشور چیه؟ شرایط ورودش مثل تمام کشورهای دیگه، شما باید تمکن مالی داشته باشی، باید زبان آیلتس حداقل 6.5 داشته باشی برای ورود به رشته، برای گرفتن ویزای تحصیلی تو رشته های پیراپزشکی که خود ساناز جونم رشتهش رادیولوژیه. فقط همین تمکن مالی و گذراندن دوره طرح تاییدیه مدارک تحصیلیتون با تمام ریزنمرات، با تمام مهر سفارت، مهر دادگستری ایران، وقتی میبرن برای دارو ترجمه ترجمه میکنن، باید تمام این مهر خورده باشه، براشون ارائه میکنی، ترجمه رو براشون میفرستی، تمکن مالی تو بعدا میتونی بفرستی، زبان آیلتس 6.5 تو براشون میفرستی و اونا خیلی راحت جواب قبولی تو، پذیرش تو برات ایمیل میکنن و برات میفرستن. حالا باز اگه ساناز جون به جواب نرسیدی باز بپرس دقیق تر باید بگیم. اگه سوال دیگه ای هست لطفا سریع بنویسین که میخوایم کم کم لایو رو ببندیم، چون فکر میکنم راهیل بیشتر سوالات رو بهمون جواب بده. البته قول ازش گرفتم که امتحاناشو که داد و مطمئنم که نمره خوب عالی میگیره دوباره بیاد برامون اینجا خالی صحبت کنه. حتما. راجب این که تمام زمینه های پزشکی همینه، سخت‌تر میشه از رشته های بالا به پایین، هی شرایط وقتی به بالا میره سخت‌تر هم میشه. برای من میگم برای رشته پرستاریمونو اتفاقا نسبت به بقیه رشته ها دارن آسان‌تر میگیرن، چون نیاز زیادی دارن، چون نیاز نروژ رو به سالمند که خیلی دارن، برای رو به پیر شدن بیشتر و نیاز به پرستار بیشتره، چون مرگ و میر داره تو نروژ به شدت کم میشه به خاطر مراقبت‌های بهداشتی بالایی که داره ارائه میشه. سابقه کار پرستاری از ایران میخوام ضروری فکر نمی‌کنم باشه، چون میگه که سابقه کارتون اینجا حساب نکنم، البته فوان مثبت هست. نه، سابقه کار اتفاقا باید حداقل 2 سالو داشته باشن، ولی سابقه کار رو اولش اعمال نمی‌کنن. بعد از 1 سال که شما وارد مثلا سیکهوس یا بیمارستان شدی، بعد از 1 سال تازه سابقه کاری تو اعمال میشه. حالا اینکه 12 سال کامل بر من مثلا باید اعمال بشه، من تمام استلام بیمه کارمو رفتم پرینتش رو از اداره بیمه گرفتم و با خودم ترجمه کردم و آوردم، که بعدن از تو میخوان، میگن خب تو میگی 12 سال کار کردی، مدارک کار کردنت، فیش های حقوقیت و بیمه‌ای که تو این 12 سال برای تو شرکت یا بیمارستانی که کار کردی به اداره کار فرستاده، همه اونا رو بر ما بیار، که من همه رو آوردم، بعدن اعمال میشه. حتی کسی که الان میگه دیگه با ویزای زبان و کار کردن نمیشه اومد، الان فقط باید تحصیل بیان، حتی الان که تحصیلی هم میان، اگه کسی مثلا توی ایران پرستاری خونده ولی سابقه کار نداره، یعنی واقعا نمیتونه نه اون که دیگه تحصیلی داره میاد نیازی نداره، یا که تحصیلی مهمه، فقط باید طرحشو گذرونده باشه، فقط باید طرح دانشگاه 2 سالشو لزومنم دقیقا کلمه که نوشته بهتر طرح و گذرونده باشه، یعنی اگر کسی به هر دلیلی طرحشو یا خریده یا معاف شده، باز امتحان کنه، اپلای کنه، شاید قبولش کنن، احتمال داره قبولش کنن، نگفته کاملا نه. تقریبا بدون هزینه زندگی و کورس زبان حدود 70,000 کرون معادل سازی میخواد. 70,000 کرون هزینه معادل سازی شد جمعا همه چیز فکر میکنی؟ برای رشته خودم یا ایشون اونی که داره اینو میگه؟ خانومی کامنت گذاشتن، نمیدونم منظورشون چه رشته ای بوده، فقط
نوشته تقریبا بدون هزینه زندگی کورس زبان حدود 70,000 کرون معادل سازی. فکرم آها همه این هزینه امتحان و کورس و اینا رو همه با هم جمع من دقیقا همین هزینه هایی که باید انجام بشه و در کل از اول تا آخر رو جمع کردم میشه 26,000 کرون برای رشته پرستاری که معادل 75 یا 76 میلیون به پول ما میشه. ولی اگر رشتهشون پزشکی باشه یا دندون پزشکی یا داروسازی باشه هزینه هاش مختلف میشه. دندون پزشکی پزشکا 49,000 کرون باید فقط 49,000 کرون برای اون آزمونشون باید بدن. یعنی من با تمام هزینه هام شدن 26,000 کرون. آره هزینه امتحان پرستاری گفتیم 9,000 کرون بود، خیلی فرق 49,000 تا 9,000 بسته به رشته تون داره. درسته. آه پزشک بودن خودشون نوشتن. بله پزشکا هزینه شون بیشتر میشه. درسته. ویزای زبان نداره، ویزای زبان که توضیح دادن دیگه. ویزای زبان مدارکمو برای آلتین فرستادم و الان تقریبا 7 ماه یعنی اومدی نداشته باشم که ویزای زبان بگیرم. 7 ماه یعنی اومدی نداشته باشم متوجه نشدم. ولی اینکه 7 ماه فرستادی برای آلتین، 7 ماهش گذشته چون الان گفتید که بعد 9 ماه صبر کن. 9 ماه من ایمیل دادم به آلتین، به هلس دایرکتورات و هم تماس گرفتم، گفتن که 2 ماه اضافه شده قانون جدید، صبر کنید جوابتون به موقعش میاد. اینکه نوشتن آیا با ویزای تحصیلی میشه همراه آورد، اینو من بله. شما بهتر میدونید. درسته چون همون قضیه اهمیت نروژ به خانواده و دقیقا نروژ که کشورهاییه که خیلی ویزای همراه راحت نید. بعضی کشورها اصلا همراه در واقع میشه گفت به صورت عملی نمیشه آورد همراه، خودش باید ویزا مجزا درخواست بده خواهد یه کاری تحصیل مثل هندوستان. ولی نروژ خیلی هم به خاطر همین نروژ انتخاب میکنم چون خیلی راحت میتونم با خانواده بیان. حالا البته چیزهای دیگه نروژ دوست ندارن، بعد میان میبینن تازه. به این نگاه نکنید که خب من میرم نروژ برای اینکه خیلی راحت به خانم و بچه هم ویزا میدن. اگه واقعا نروژ رو دوست ندارین فقط به خاطر اون پوانه میان، بعدا اینجا به مشکل میخورین. نسرین جان دوستم هستم پرسیدن که راهی جان راجب دانمارک کسی رو میشناسی که بتونه تو مرحله این پروسه و ارسال مدارک راهنمایی میکنه؟ چندین نفر الان از ایران برای دانمارک اقدام کردن که به من پیام دادن که ما برای دانمارک اقدام کردیم از طریق دو راه. یک، یه مؤسسه ایه که مثل این که داره اعزام پرستار به دانمارک میکنه و خودش همه این پروسه ها رو انجام میده با مبلغی که میگیره، که یکیشون حتی بر من فرستاد یکی از این قراردادای این مؤسسه ها رو، یکم هزینه هاشون زیاد بود. یعنی اینکه برای تو کار نمیگیرن، فقط تو رو میفرستن اینجا که بیای زبان بخونی و بعد وارد رشته خودت بشی. حالا خونه میدن یا نه، هزینه خونه با خودشون یا نه، اون هزینه‌ای که به من نشون دادن یکم معقول نبود. ولی یکی دیگه از بچه‌هامون، حالا خودشون من نمیتونم اسمشون رو بگم، شاید دوست نداشته باشه کسی بدونه، یکی دیگه از بچه‌هامون از طریق خود وزارت بهداشتمون اقدام کرده و اینا همشون هم اکثرا برای دانمارک. الان دانمارک میسه که شرایط خیلی خوبی برای پرستارا گذاشته و بر من توضیح دادن اینکه 2 سال به صورت آسیستنت میتونن کار بکنن، زبانش هم اجازه دارن تو این 2 سال بخونن، زبان رو یاد بگیرن، آسیستنت هم که کار میکنن، ولی حقوق بهشون داده میشه. ولی مثل این جایی، ولی مثل که خوابگاه بهشون میدن، باز مطمئن نیستم. گفتن یا خوابگاه رو باید انتخاب کنی یا کار رو انتخاب کنی، که من خودم گفتم کار رو انتخاب کنی خودش خود به خود جای خوابم، یعنی محل سکونتت هم میتونی راحت دنبالش بگیری، نیازی نداره. پرسیدم اطلاع دارید کسی از همکارای پزشک با ویزای مخصوص کادر درمان اومده باشه؟ آقای ساسان پرسیده. بهتون گفتم وسط صحبتام از بچه های پزشکی اومدن اینجا ولی ویزای کادر درمان ندارن، ویزای تحصیلی تونستن بگیرن. یعنی خانومشون هم حتی با ویزای تحصیلی آوردن اینجا که داروساز هستن، یعنی حتی داروساز هم نتونسته ویزای کاری بگیره. باید اینا تونستن تحصیلی بیان، حالا در کنار تحصیل
نه نه فقط آقا تحصیلی اومده، خانومش رو بچه‌ش رو به خودش آورده و آها تعجب، چون یه نفر یه دون یکی میتونه آره ویزای همراه رو بگیره. آره ولی نه من تا الان ندیدم که کسی با ویزای کادر درمان بتونه بیاد، مگر اینکه خودش تونسته باشه یه راهی پیدا بکنه. خب فکر میکنم همه سوالا رو دوستان جواب دادیم. وقت راهیل عزیز رو بیشتر از این نگیریم، چون من سوالا رو نگاه میکنم دیگه خیلی تکراری شده. ولی راهیل قول میده که یه دور دیگه بیاد بعد از امتحانا، شرایط پیدا کردن کار توی بیمارستان های نروژ رو برامون توضیح بده. خیلی لطف کردی راهیل جان، اطلاعات خیلی مفیدی دادی. امیدوارم که کمکی کرده باشه. یه چیزی در این انتها بگم، تمام این اطلاعاتی که من دادم چیزاییه که خودم گشتم یا متوجه شدم، خوندم، پرسیدم، شاید اشتباهی توش باشه، به حرفای من اطمینان نکنن، خودشون برن بخونن، خودشون برن سرچ کنن، فقط من چیزی رو که خودم تجربه کردم و متوجه شدم و عنوان کردم، سعی کردم دقیق ترینا رو بگم، ولی باز هم به حرف من اطمینان نباید 100% بکنن، خودشون برن بگردن، شاید بتونن راههای دیگه ای هم پیدا بکنن. این راهی بود که من تونستم انجام بدم و این تجربیات من بود. یه سوالم فقط پرسیدن اینو جواب بدم که گفتن میشه با رشته با زبان انگلیسی کار گرفت تو رشته پرستاری؟ نه، زبان انگلیسی نمیتونی با سالمنداشون کامل انگلیسی حرف بزنی. الان توی این سیکه یه میکی من هستم، میگن سالمندامون انگلیسی بلد نیستن وقتی 85 سالشه. پرستارا باید واقعا به نزدیک زبان مادری نروژی رو بفهمن. دقیقا باید با نروژی باشون ارتباط برقرار کرد دیگه. همین، مرسی دوستان، تا پایان لایف همراهمون بودی. خیلی خیلی مرسی از راهیل عزیز. ممنون از شما، مرسی از اینکه این قرار ملاقات رو ترتیب دادی. من مهمون تو شدم، ممنون از همه چیز. ببینم حتما اومدی اسلو و حتما من برای کورسان باید بیام اسلو، انشالله اونجا ببینم. بیا حتما حتما بیا ببینم، خوشحال میشم. ممنون عزیزم، عزیزم لطف کردی، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که سوالای همه رو جواب داده باشیم. خدا نگهدار. خدا.